خب بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم به صورت غیبی اوقات بهتری داشته باشید. امروز 4 اکتبر سال 2017 میلادی و برابر با 12 مهر ماه 1396. گفتم به جای این که قیافه من رو اینجا داشته باشید، اخبار ایران رو ببینید و ببینیم شما هم مثل من بعضی وقتا در خوندن این خبرها مشکل پیدا میکنید. به نظر میرسه اگه ما یه روزی بخوایم به ایران برگردیم و با ایرانی ها صحبت کنیم، زبان همدیگر رو هم نمیفهمیم. و اما خبر خوب، جنبش قهرمانان پوشالی به راه است و به زودی 7 میلیون ایرانی به سوی ایران پیاده روی خواهند کرد و موفق خواهند شد و خوش و خرم و شهر گل و بلبل و هرچی که بگید. این برنامه اسمش هست سربی با مردم. اگر شما هم لطف کنید روی فیسبوک با دوستانتون این برنامه رو شیر کنید، ممنون میشم. و اگر سوالی پرسشی دارید میتونید از طریق فیسبوک قسمت مسیجش، نه قسمت کامنت، کامنت یعنی نظر دادن، مسیج یعنی پیام، قسمت پیامش تماس بگیرید و بپرسید و نظرتون رو بگید، یا با تلفن 202-695-2573 یا به وسیله تکس با همین شماره 202-695-2573 یا به وسیله ایمیل. دیگه از این بهتر حقیقتش نمیدانم چه باید کرد. خب مجددا بهتون خوش آمد میگم. برنامه امروز رو شروع میکنیم و این که ویدیوی آخری رو گفتم نوشتم روش، لطفا نظر ندهید، کامنت ها پاک میشود. چقدر راحت شدم واقعا. بعضی وقتا ما این کلکل بعد از برنامه ها بیشتر از تهیه کردن برنامه و اجراش ما رو خسته میکنه و خیلی از این بابت خوشحالم. اجازه بدید پیام بینندگان رو هم پخش کنیم. اولیش فکر کنم آقای خسرو بهرامی است و اگه اشتباه نکنم اون یکی دوستمونم از نیویورک پیغام گذاشتن. حالا بذار ببینم کدومش اوله کدومش دوم. اینو من پخش کنم ببینم این دوست ما کی هست. و 1 دقیقه و 27 ثانیه. آی سوربی، اسم من علی آزاده. من خدمت شما زنگ زدم که بگم خیلی ارادت به شما دارم و واقعا برنامه تون دلپذیره و من همیشه و هر وقت که فرصت بکنم برنامه شما رو نگاه میکنم، چون خیلی خودمونی و بیریا هستی و مزخرف و اینام نمیگی، حرف دلتو میزنی و در ثانی شیرازی هم هستی که دیگه بیشتر مخلصتم با خیابون و زند و خیام و پالوده رضا و خاطرات خوشی که در شهر زیباتون داشتم 40-50 سال پیش. خدا به همراهت باشه و یا علی، خدا حافظ. آی سوربی انشاءالله. خیلی ممنون. ایشون گفته اگر واشنگتن هم بیان با هم ناهاری بخوریم یا نوشابهی بنوشیم. ممنونم، متشکرم، منتظر دیدار شما خواهیم بود. خیلی ممنون. اجازه بدید که ببینم این یکی پیام آقای، چون هر دو از 516 است، این یکی پیام آقای بهرامی هست یا کلن براتون بگم چی گفته ایشون. بله جناب آقای سوربی، من برای شما به همین شماره. آره پیام قبلی این هست. چقدر عصبانی شده گواش آقا. سلام آقای سوربی، درمی هستم. من براتون اونا رو فرستادم، نمیدونم گرفتی یا نه. من مسیجم براتون گذاشتم ولی
نمیدونم، خبری نشد ازتون. بجاره اگه تونستیم با من تماس بگیریم، من 5 تا براتون فرستادم. خب بله دوستان عزیز، آقای خسرو بهرامی لطف کردن 5 تا ویدیو فرستادن، همه رو بعد از این پیام گرفتم و ضبط کردم و ممنونم از ایشون. این کاری که شما میکنید آقای بهرامی باعث میشه که برنامه های ما یک نواخت و خسته کننده نباشه و بین برنامه من و کانون آوا، یکی از این ویدیوها بین کانون آوا و برنامه آقای ارشاد، یکی از این ویدیوها بعد یکی دو تا از این ویدیوها، یکی از این ویدیوام هست راز شراب شیراز. من با وجودی که قبلا هم این رو دیده بودم به ایشون گفتم که هیچ عیبی نداره دوباره شما بفرستید و ما هم تماشا میکنیم هم سر میکنیم شرابی هم بنوشیم. آقای بهرامی گفتم بهتون کامپیوترشون دچار اشکال شده و به این صورت پیام میفرستن. بذارید بهتون نشون بدم، با تلفن با وسیله تکست و مسیج. و ایشون کاری که میکنه از اون ویدیویی که میخواد ما پخش کنیم عکس میگیره، بعد البته اگر اون بالاتر لینکش رو هم نشون میدادید خیلی بهتر بود. بعد تلفن کنم، البته من خوندم دیگه، شراب شیراز نام تجاری اینها، این رو من به اصطلاح تایپ کردم به فارسی و با یوتیوب پیداش کردم، ضبطش هم کردم، حاضر و آماده و ببینیم که حالا بعدش چیه. یکی دیگه هم باز همین راز شراب شیراز، دو تا فرستادین ولی یک ویدیوی دیگرش هست به نام ایران سال 1350 تهران قدیم. بذارید من اینم بهتون نشون بدم. دوستان این ویدیوها رو در مردم تیوی براتون پخش میکنیم. ایران سال 1350 تهران قدیم، ایران 1971 سینما، موزیک، اماکن دیدنی و اخبار ایران. شما هم میتونید ویدیوهاتون رو ارسال کنید، چه ویدیوهایی که خودتون درست کرده باشید چه ویدیوهایی که دیگران روی یوتیوب گذاشته باشن، ما اونها رو تو تلویزیون مردم میتونیم نشون بدیم. یکی دیگرش باز این هست، معدود فیلم هایی از 3 پادشاه ایران، رضا شاه، احمد شاه، مظفرالدین شاه. توی این فیلم برای اولین بار من صدای آقای رضا شاه رو هم شنیدم که با آتاتورک ترکی صحبت میکنه. میدونید رضا شاه یک بار فقط از ایران خارج شد مسافرت، دو بار حقیقتا، یک بار رفت ترکیه مسافرت، یه بارم خارج شد رفت جوهانسبرگ دیگه آفریقا، ساوت آفریقا، و اونجا تبعید شد یا هرچی. و جالبه که یک قدرتی مثل انگلستان بتونه پادشاهی رو تبعید کنه. و اما یه عکس سکسی بهتون نشون بدم، این ماجرا ناصرالدین شاه و 84 زنش دوبله به فارسی. این خانم لخته ها میبینید این سینه‌هاش اینجوری پیداست و میگه که ناصرالدین شاه در یک سفری با دوربین فیلمبرداری آشنا شد و اون رو به ایران آورد و قرار نبود ایرانی ها این چیزها رو ببینند و بشنوند ولی دیگه باقی موند و دیدند و شنیدند. و اینم یه فیلم دیگه است به نام مستند چنارستان در باره خیابان، اینجا نوشته خیابان ولیعهد، احتمالا اون خیابان ولیعهد، و این ننگ و نفرین بر دیکتاتورها که هی اسم خیابونا رو عوض میکنن و نفر بعدی هم که میاد باید عوض کنه، در صورتی که اگر اسمها رو کاری به کارش نداشته باشن خودشون بیان بعدم خودشون گورشون رو گم کنن برن، هیچ که کاری نداره. در صورت اون یکی میگه ولیعهد، این یکی میگه ولیعصر، بعدی میاد میگه پسر سرهنگ، بعدی میاد میگه پسر نمیدونم آبدارچی. و اما مستند چنارستان در باره خیابان هرچ، یه خیابانی در تهران چی بگیم والا. خب درسا ممنون آقای خسرو بهرامی، اینها رسید، ضبط شده. همین امروز بعد از برنامه خودم شروع میکنم این ویدیوها رو نشون دادن و شما دوستان بیننده هم میتونید این کار رو انجام بدید. و اما آیا حکومت عربستان سعودی راهی را میرود که شاه ایران رفت و به فروپاشی حکومتش انجامید
منظورشون این آزادی و رانندگی چیزها هست، به اصطلاح رانندگی خانم ها. میدونید که بعد از 30 سال پریشب گویا برای اولین بار در رادیو تلویزیون عربستان سعودی صدای یک خواننده زن، ام کلثوم که معرف حضور همه هست، پخش شده و اینها اینجوری نوشتن که با این روشی که پیش میره ممکنه حکومت سلطنتی و دیکتاتوری عربستان سعودی هم واژگون بشه. اینجا نوشتم جنبش مشنگهای بیکار و آزادی ایران. خیلی جالبه، طرف میگه ما 7 میلیون ایرانی هستیم در خارج، بلند شیم پیاده بریم ایران. حالا چه اصراری داره همه پیاده برن ایران، با هواپیما برید، با قطار برید، با ماشین برید. بعد جالبتر اینه، اونایی تشویقش میکنن که خودشون از ایران اومدن بیرون و باهاش همراهی و همکاری نمیکنن. و روزگار غریبی است نازنین، واقعا این فیسبوک یک دیوانه خونه شده که هر دیوونه میتونه بیاد توش، هر چی دلش میخواد بگه بنویسه. و میدونید که همین فیسبوک باعث شد که مردم آمریکا امروز شخص دیوانه ای رو، واقعا این دیوانه است، ترامپ به عنوان رئیس جمهورشون داشته باشن. دیروز این مردک بلند شده رفته، بعد از 13 روز رفته پورتوریکو، اونجا به اینا میگه که شما زدید بودجه آمریکا رو خراب کردید. انگار که طوفان دست اینها بوده، اینا میتونستن فوت کنن، طوفان از اون ور بره. بعد وایساده اونجا مثل توپ بسکت که شوت میکنن، دستمال حوله‌ای، این یا حوله کاغذی، نمیدونم پیپر تاول اینجا میگن، اینا رو برای اینا پرت میکنه، مثل تو کشورهای آفریقایی، تو کشورهای جهان سوم که جنگ زده هست، خوراک میخوان برای بدن و اینها. بعد یه سری چراغ قوه میخواد بده، میگه کسی چراغ قوه میخواد؟ بعد میگه که نه، کسی احتیاج نداره. اینو موقعی میگه که فقط 7% مردم پورتوریکو الان برق دارن و 93% در تاریکی زندگی میکنن. حتی مردم مطلع نشدن که این میخواد بره اونجا، چون وسایل ارتباطی، تلفن، رادیو، تلویزیون اصلا اونجا وجود نداره. و تنها یک نفر، یک خانم شهرداری، حرف حقیقت رو درست زد که این آقا بهش حمله کرد و گفت که این چون دموکرات هست، دموکرات ها بهش گفتن اینو بگه. و اما دو سه نفر فوت شدن، یکی برادر احمدی نژاد از دنیا رفت که من این مقاله رو که خوندم از اول تا آخرش نفهمیدم این آقا کی دنیا اومده، چند سالش بوده. و میدونید که دستن در کار دولت احمدی نژاد بود، بعد فکر کنم به خاطر مشایی حتی از داداش خودش ناراحت شد و کنار رفت و بعدم سرطان و بعدم مرد. و یکی دیگه هم این آقای جلال طالبانی که فکر کنم 2-3 سالی سرطان داشت و رفته بود و اینها، میگن حالا که نمیدونم کردستان و عراق و اینها این ماجرای آزاد به اصطلاح خودمختاری و اینها رو داره، جای ایشون خالیه. الان میبینید اون قسمت سمت چپ در گذشت جلال طالبانی رئیس جمهور اسبق کجا؟ عراق. و اما مشکل یافتن راه حل کاهش کشتارهای دست جمعی در آمریکا چیست؟ من 3 تا جواب دارم. پول، پول، پول. سری به خیابان کی بزنید، اینجا بهش میگن کی استریت، دیگه ما بگیم سری به خیابان کی استریت بزنیم غلطه. سری به خیابان کی بزنید و ببینید چه دفاتری اونجا بازه، چه افرادی اونجا رفت آمد میکنن، و این معنی لابی به صورت زشتش رو شما اونجا میبینید. بله لابی خوبه، یه چند نفر مثلا معلم، یک نماینده بفرستن، خرج سفرش رو بدن، خرج هتلش رو بدن، بیا اینجا صحبت کنه با نمایندگان مجلس و اینها و یک مشکلی رو رفع کنه. ولی
اصلا از این خبرها نیست. از اول خیابان کی تا آخرش شما افرادی رو میبینید مثل اون آقای جعفرزاده مال مجاهدین یا دیگران مال شرکت‌های بیمه یا شرکت‌های اسلحه و اسلحه سازی و کورپوریشن‌های بزرگ یا از همشون دیگه بدتر اون نشنال رایفل NRI که دلیلی که اینجا جلو این اسلحه ها رو نمیتونن بگیرن که یه نفر میبینید 42 تا اسلحه که 12 تا از این اسلحه ها رو به صورت اتوماتیک به اصطلاح در آورده بوده و حالا یه خبرهای دیگه هم اومده. میدونید که پشت هر خبری یه سری خبرهای دیگه میاد که بهش میگن خبرهای دسیسه و نمیدونم شایعات و اینها و میگن که این آقا تنها نبوده. من اون روز گفتم حتی تو فیلمای وسترن شما اگه نگاه کنید فیلمای وسترن رو شما ولش کن، همین دوره شاه خودمون تنگ کجا بود چنار شایجون بود کجا بود که این عشایری ها قشقایی ها اینا رفته بودن از اون بالا شلیک میکردن و از اون بالا تنگ اصلا جایی که بهش میگن تنگه یعنی همین دیگه تنگه، همه مجبورن از یه جا رد بشن، اون از بالا با یه اسلحه میتونه یک قشون رو نگه داره. این آقا از دو قسمت سویت کرایه کرده بوده، سویت یعنی یکی یا دو تا اتاق تو همراه داره، خیلی بزرگه، سر نبش بوده، از این ور از یه اتاق حمله میکنه، از یه طرف دیگه میدوه اون ور تا این اسلحه خنک بشه دوباره برمیگرده بک اند فورد. حالا چیزای بیشتر معلوم میشه، دوست دخترش از فیلیپین برگشته و میگه. ولی جالب تر از همه اینه، خود رادیو تلویزیون های آمریکایی میگن اگر این اسمش یه اسم عربی بود یا اگه یه مسلمونی بود الان چنین و چنان، ولی چون اسمش استیو هست و آمریکایی هست و اینها حالا دارن دنبال یه بهونه میگردن که بگن این یک مریضی روانی داره و چنین و چنان و به قول معروف ماسمالیش کنن. از همه بدتر این چیزی که دارید میبینید الان این علکی کارت درست کردن، ولی نشون میده که خانم ام کلثوم در تلویزیون عربستان سعودی خونده، یعنی اون که خودش فوت شده. و بدبختی آمریکا اینه که هر وقت یه اتفاقی اینجوری میفته به جایی که راجع بهش صحبت کنن و پیشگیری کنن برای دفعه دیگه به خاطر پولایی که میچرخه هی میگن الان موقعش نیست. و اونایی که عقلشون درست کار میکنه میگن آقا مگه یه هواپیما وقتی میفته همون موقع ما نمیایم راجع به امنیت بیشتر سیفتی بیشتر صحبت میکنیم؟ خب اینم که اتفاق افتاده حالا باید صحبت کنیم، حالا صحبت نکنیم کی صحبت کنیم؟ جالبه یکی از دوستان از کالیفرنیا برای من نشتود آه سوربی این ساسان کمالی که طرفدار ترامپ هست، خب معلومه دیگه ساسان کمالی روی دستگاه حکومتی شاه بزرگ شده و اینا حالا بگی من خلبان بودم بگی من تو ارتش بودم، اینا مثل اسبای عصاری که چشمانشون رو بسته بودن و میچرخیدن همینجور چرخیدن فکر کردن یه راهی هم پیش بردن. اونم درباره محدود کردن و این چیزای اسلحه میگن امروز گفته که خب شیکاگو یکی از ایالتایی که توش اسلحه خیلی به اصطلاح خرید و یا داشت اسلحه خیلی مشکله ولی بیشترین تعداد کشته شدگان رو داره. ولی من فکر نمی کنم شیکاگو حتی تو یک سال هم 560 چقدر 500 نفر بیش از 500 نفر زخمی و 58 نفر کشته. وقتی میگن 59 نفر یکیش خود اون قاتل بوده، یکیش خود اون کسی بوده که به اصطلاح تیراندازی میکرد. در هر صورت اینم ماجرایی که توی آمریکا باید ما باهاش سر و کله بزنیم و اگر خدایی هست خدا به فریادمون برسه. جلسه دولت خودگردان فلسطینی در غزه پس از 3 سال. من نمیدونم چرا هر وقت اسم این دولت خودگردان فلسطینی میاد من ناخودآگاه فکر میکنم دارم باید بگم دولت سرگردان. میدونید که این قوم به اصطلاح سرگردان قوم یهود هست که حتی تو کتاب خودشون هم نوشته، حتی خدای خودشون هم بهشون گفته شما ها چون آدم های بدی هستید باید همیشه سرگردان باشین. حالا یه دفعه عوض میشه، از اون ور میگن خدا گفته چون شما آدم های خوبی هستید فقط شما
میرید به بهش، من نمیدونم، هر کدومش خواستید قبول کن. و اما تجمع ده ها هزار نفری طرفداران جدایی از اسپانیا در خیابان ها، همونجوری که کردستان میخواد خود مختار بشه یا جدا بشه، یک شهری، یک منطقه هم هست اگه اشتباه نکنم به اسم کاتالونیا، حتی زبانشون هم زبانی است که قبل از حمله اسپانیا به اصطلاح قبل از حمله اسپانیش به اسپانیا بوده و اینا، و ولی اسپانیا میگه نه خیر این غیر قانونیه. یاد یه دوستی میفتم که چند روز پیش نوشته بود که آقا این فوتبالیست ها که بلند نمیشن غیر قانونیه. بهش گفتم خب آقا اگه اینو میگی آمریکا هم غیر قانونی عمل کرد، برخلاف قانون انگلستان عمل کرد که مستقل شد، پس اینم باید از بین ببره. و هر جایی نگاه میکنی یه نفر اومده یه قانونی رو شکونده برای که اون قانون خوبی نبوده. نظرتون رو حتما به ما خبر بدید درباره این که به جای یه قیافه عبوس و خسته ما این خبرها رو بهتون نشون بدیم. روزنامه های روز ایران و جمعه چون در ایران روزنامه چاپ نمیشه، حالا یا مال پنجشنبه رو بهتون نشون بدیم، یا اگر من سعی میکنم فقط وقتی مهمان دارم تو برنامه از این به بعد جلوی دوربین باشم و بیشتر با این خبرها و عکسها و کاریکاتورها و اینها شما رو به اصطلاح مشغول و سرگرم کنیم. و اما یکی از کاریکاتورهایی که تازگی این ورانور میچرخید این ماجرای ترامپ، الان بهتون نشون میدم، پلیر 5، بله اینجاست، بله این، میدونید که گفتم بهتون یه دفعه ترامپ عکس خودش رو دروغکی روی مجله تایم انداخته بوده و ازش هم یه تابلو بزرگی درست کرده تو آفیسش گذاشته که حتی روزنامه مجله تایم بهش گفته که این کار غیر قانونیه و شما باید اون مجله و عکس رو برداری. ولی حالا خب بالاخره توی این دو سه سالی که داشت سر صدا میکرد برای چیز، چندین بار عکس این استیو بانن روی مجله تایم افتاد، عکس خمینی رو مجله تایم، عکس شاه هست، عکس مصدق هست. این دلیل خوبیه یه نفر یا بدیش نیست، هم خوبا هم بدا هم قاتلا هم نمیدونم آدمای مذهبی گهگاهی روی مجله تایم ظاهر میشن. ولی این جالبه، این میگه که بذارید اینجا بخونم نوشته چی، نوشته doing time. گفتم بهتون اینجا وقتی یکی زندان میره همین اصطلاح doing time، و اینجا نوشته که the Trumps find new federal housing، چون این خونهی که زندگی میکنن وایت هاوس هم این خونه مردم آمریکا و متعلق به ایالات متحده یعنی همون فدرال یا به اصطلاح اون قسمت دولتی دولت سراسری هست، دولت مرکزی هست، میگن این زندان هم یکی از اون خونه هاست. و اینها من که امیدوارم به زودی اینها یکی یکی برن اونجا تا بلکه سزای این ظلم و ستمی رو که ترامپ سالها به کارگران، به اینایی که شرکتایی که براش کار کردن پولاشون رو خورده و اینها، به اصطلاح به این صورت پس بدن. و اما جایزه نوبل در قسمت فیزیک برای اثبات امواج گرانشی به سه دانشمند آمریکایی، من این کلمه گرانشی رو تا حالا اصلا نشنیده بودم. و به اصطلاح وقتی فکر کردم که گرانشی چی هست و یکم ویدیو رو نگاه کردم، دیدم نوسانات فضا و زمان رو میگن گرانشی. و جالب اینه که 110 سال پیش آلبرت اینشتین چنین پیشبینی کرده بود، ولی حالا اینها بهش میرسن. و ببینیم که این چی میگه. میگه که هیچ برنامه‌ای جالبی نیست، همش خبرهای کهنه که ما خودمان ده‌ها بار از رادیو تلویزیون‌های اینجا شنیدیم و دیدیم. برنامه‌های پیشین شما جالب بود. خب دوست عزیز بیا یه مطلبی رو عنوان کن، ما در اون مورد صحبت می‌کنیم تا جالب باشه. دوستان عزیز می‌دونید که
مدت‌ها پیش آقای پتیت کتاب‌های زیادی رو برای تلویزیون مردم فرستاد، من ازشون ممنونم، بازم تشکر می‌کنم و فکر کردم که اینا رو بیاریم اینجا یه جوری با وسیله عکس اینها به شما نشون بدیم که شما اگه مایل هستید بخرید، خریداری کنید، هم یک کمکی شده باشه به تلویزیون مردم، هم این کتاب ها به اصطلاح بی استفاده یا بلا استفاده اینجا نباشه. حالا یکی از اون کتاب ها رو که من امروز داشتم نگاه میکردم، کتابی هست به نام قانون، شیخ الرئیس ابو علی سینا، 8 جلد کتاب، قانون 1 تا قانون 8. میبینید این سمت راست قانون 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و اینها رو هر کسی خواست به اصطلاح به صورت همت عالی، چون مثلا من دیدم یکیش نوشته بود 25 دلار، خب ما اگه بخوام 8 تا 25 دلار از شما بگیریم میشه 200 دلار، ولی اگه 8 تاش هم یک کسی بخواد 100 دلار ما میگیریم و براش هم پست میکنیم، به شرطی که در آمریکا باشه، کشورهای دیگه گرون میشه. توی آمریکا که باشن به عنوان کتاب، به عنوان مدیا، هم پستش ارزان تر میشه، هم اون مکافات به اصطلاح چیز را نداره، گمرک و ورق پرکن و اینها، که در صورت کتاب ها هستن. سعی میکنم یه بار دیگه، هم قول دادم متاسفانه نشد، سعی میکنم عکس هایی بگیرم و برای شما اینها رو بفرستم. اینجایی که یکی از این ویدیوهایی که آقای بهرامی فرستاده بود میگفت ناصرالدین شاه و 84 زنش، من به این ماجرای 72 تا باکره در بهشت و اینها یاد اون افتادم و دیروز آقای آریان پور یک ایمیلی برای دوستانش فرستاده بود، خیلی جالب بود، نوشته که دوستان گرامی با هر سلام، من در طول زندگی طولانی خود موفق نگردیدم از عهده یک حوری برایم، حالا پس از مرگم غلط میکنم با 72 حوری روبرو شوم، به این علت من وصیت کردم پس از مرگ مرا به اتاق تشریح یک بیمارستان هدیه کنند که پس از تشریح چیزی از من باقی نمانده باشد که کسی در نظر داشته باشد تقدیم حوریان بهشتی کند. ارادتمند هوشنگ. ممنونم آقای آریانپور، نوشته هاشون همیشه ضمن این که حقیقت میگن و حقیقت مینویسن به صورت طنز خیلی هم با مزه است، و من براشون نوشتم که حالا شما حوری که دارید، من خانم ایشون رو دیدم، حتی قدش 2 متر هم نیست، این به اصطلاح 180 است، اینها هم نیست، این حوریایی که قول دادن در بهشت، گفتن هر کدوم قدشون هم 70 متر. و اما آقای مجید نوروزی میگه من چند روزی در خدمت نبودم، بنابراین نتونستم برنامه ها رو دنبال کنم، آیا در این مورد صحبت کردن به صورت کارشناس در کدوم مورد صحبت کردن؟ و شما میتونی برنامه ها رو بری ببینی، برنامه ها روی فیسبوک همیشه باقی میمونه، روی یوتیوب هستن و برگشتن شما رو باز بهتون خوش آمد میگیم، در اصل به صورت کارشناسی. من نمیدونم جمله شما اینجوری تموم میشه، شما نوشتید که آیا در این مورد صحبت کردن به صورت کارشناسی، حتما دارید دنبالش رو تایپ میکنید، نمیدونم، بذارید ما امروز یه چند تا ویدیو نشون بدیم، چون خیلی از دوستان شاکی هستن، میگن آقا این برنامه های فیسبوک یه مقداری به اصطلاح اون ردیف بودن و مرتب بودن برنامه ها رو از بین برده. و اما جنگ قدرت جدید در جمهوری اسلامی، تغییر نظام حکومتی از نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی، من نمیدونم اینا منظورشون چیه. آهان، آقای نوروزی میگه رأی‌گیری استقلال کردستان عراق، چه اشکالی داره؟ شما اگه کارشناس هستید بیاید مهمون ما باشید و در برنامه صحبت کنید، یا ویدیو تهیه کنید بفرستید، یا اگر ویدیویی از کسی هست ارسال کنید، یا هزینه خیلی کمی هم پرداخت کنید تا ما هم اینجا نشون بدیم. اجازه بدید دوستان من این کامرای دور رو یا دوربین دور رو برای شما روشن کنم تا نوشته های اینجا رو ببینید.
نوشته که جنگ قدرت جدید در جمهوری اسلامی، تغییر نظام حکومتی از نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی. رامین دادخواه گفته به تازگی دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از احتمال تغییر نظام حکومتی ایران از ریاست جمهوری به پارلمانی سخن گفتند. این نمایندگان گفتند که گروهی از نمایندگان مجلس قصد دارند از رهبری تقاضا کنند در این زمینه دست. خب اینی که اون روز هم خوندیم چیز جدیدی بهش اضافه نشده. ای کاش یکی بیاد بگه که حکومت پارلمانی مثل کجاست، مثل کدوم کشور، بعد ما ببینیم اون کشور در 100 سال گذشته، در 20 سال گذشته، در 30 سال گذشته موفق بوده یا اون هم بدتر از کشورهایی که به اسم دموکراسی و به اسم جمهوری به اصطلاح خون مردم رو در شیشه کردند و ایداد بیداد. اجازه بدید من اینجا رو برای شما درست کنم، 4-3. این خیلی جالبه، مخصوصا از یک نشریه‌ای که خودش خبر رو منتشر میکنه که زهرا لاریجانی رو گرفتن، چنین کردن چنین کردن، به عنوان جاسوس انگلستان. که بلافاصله این تو مغز ما میاد که خب این آخوندهایی که حتی در زمان شاه و رضا شاه به سفارت انگلستان پناهنده می شدن و همه باور دارن که اینها انگلیسی هستن، حالا چرا زهرا لاریجانی برای سفارت انگلستان جاسوسی می کرده؟ بعد میاد این خبر، میگه هیچ یک از اعضای خانواده عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مزان اتهام جاسوسی نیستند. وزیر اطلاعات با تاکید بر اینکه هیچ یک از اعضای خانواده رئیس قوه قضاییه در مزان اتهام جاسوسی یا اقداماتی از این دست نیستند، هدف از انتشار چنین شایعاتی را وارد آوردن آسیب به اعتقاد مردم نسبت به مسئولان نظام دانست. حجت الاسلام و المسلمین سید محمود علوی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره برخی مطالب منتشر در فضای مجازی مبنی بر اتهام جاسوسی بعضی از بستگان رئیس قوه قضاییه تصریح کرد یگان مرجع حرفه‌ای تشخیص اقدامات جاسوسی در کشور معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات است که این معاونت نیز هیچ گونه اثری از اقداماتی که حتی ظن جاسوسی در مورد آن وجود داشته باشد درباره هیچ یک از اعدام، یعنی برید آقا دنبال کارتون، اینم از این ماجرا. خب ما بریم دنبال کارمون ببینیم این دوستمون چی میگه. میگه که ساده است که هدف جمهوری اسلامی از تغییر نظام جمهوری به پارلمان کاملا مشخصه. دوست عزیز خودت این نوشته رو بخون. شما نوشتید که ساده است که هدف جمهوری اسلامی از عوض کردن این به اون. آقا من میپرسم مثل کدام کشور؟ شما بگو که هدف جمهوری اسلامی اینی که بشه مثل کشور عربستان، بشه مثل کشور انگلستان، بشه مثل کشور اون. این جمله رو شما بخون، دو بار سه بارم بخون آقای نوروزی. هدف جمهوری اسلامی از تغییر نظام جمهوری به پارلمانی کاملا مشخصه. آقا مشخص نیست برای من، برای شما که مشخصه تو یک پیامی زنگ بزنید توضیح بدید. بله خب قر نزن، هدف مشخصه مثل اسرائیل. قرار شد شما حالا که اومدی باید سوغاتی آورده باشی، کجا بودی؟ ایران بودی. ولی هدف ایران اون نیست. ببینید دوستان خودش میگه مثل اسرائیل، بعد میگه ولی هدف ایران این نیست. آقا من میگم اینایی که دارن سر و صدا میکنن که از اصولگراها هم هستن، اینا هدفشون چیه؟ شما بگو منم نمیدونم. دوستان عزیز چون درباره شلیک و درباره تیراندازی اینها صحبت کردیم، من یک نمونه میخوام بهتون تو آمریکا نشون بدم که اینجا به اصطلاح بیزینس ها، مشاغلی که در رابطه با اسلحه و اسلحه فروشی هستن چجوری تبلیغ میکنن. براشون مهم نیست که همین پریروز روزی شنبه شب به اصطلاح چند نفر کشته شدن، چندین نفر مجروح شدن، چه مشکلاتی برای اینها پیش میاد، 600 تا خانواده است دیگه. ولی ببین مثلا همین امروز صبح برای من ایمیل فرستاده cheaper than dirt، یعنی میگه از خاک ارزونتر
اسلحه و گلوله و فشنگ. میگه شما این هفتیر که ما میگفتیم تو ایران بله اوکی الان زنگ میزنم، الان زنگ بزن، بله الان زنگ بزن، پیام بذار، منم قشنگ پخش میکنم. سعی کن همون 202-695 چقدر گفتم 25-73 خیلی هم سلام علیک و احوال پرسی نکن، فقط به چسب به اصل مطلب که دو نفر از نمایندگان و اصولگرا گفتن نمایندگان دیگری میخوان اینجا از رئیس جمهوری به پارلمانی بشه. یکی هم اونجا سوال میکنه میگه آه این چه رئیس جمهوریه که هیچ حرفی نداره، هیچ قدرتی نداره، این که نوکر آقای رهبره. پس همین الان حکومت ایران نه جمهوریه، چون نمیشه بگی جمهوری اسلامی، نمیشه بگی جمهوری کلیمی، این غلطه، نمیشه بگی جمهوری مسیحی. متاسفانه خیلی جاها با وجود که میگن جمهوریه یا مسیحیان یا کلیمیان یا مثل ایران، اولا ایران خودش راحت کرده سلسله اسلامی دیگه، از در که میای تو میگه آقا دم در کفشتو درآ، چون ما احتیاج به کفش نو داریم، میخوام کفش شما رو کش بدیم. ببینید دوستان، این خشاب و اینم توفشنگ و اینها، و اینجا واقعا اینا رو وقتی ما میخوای بخری مثلا 100 تا تیر بهت میفروشه 20 دلار. اصلا وقتی فکرش میکنی این ساختنش و اینها خیلی ارزون، ولی ببین الان همین تفنگی که این آقا شوت کرد یه چیزی مثل اینه AR-15، ولی اینا میرن اون رفته اتوماتیکش کرده، 50 دلار میدن یا خودشون یک به اصطلاح چیزی رو دوباره تلفن، دوباره تلفن لطفا بنویس 202-695-2573 202-695-2573. دوستان دیگه هم میتونن زنگ بزنن، پیام بذارن و صحبت کنیم. در اصل میخوام بهتون بگم که این ماجرای چند نفر کشته شدن، کی تیراندازی کرده، هیچ خدشه‌ای، هیچ توقفی در فروش این اسلحه و اینها به وجود نمیاره. جالبتر این که تا شروع کنن بگن بابا باید یک کاری بکنیم، یه عده میگن بیاین بخرین که به زودی خریدش ممنوع میشه، ولی اگه شما امروز بخرین اینا مجبورن بگن قبل از اون تاریخ. بعد یه دفعه میبینی کسی که تا امروز 5 تا اسلحه داشته میره 15 تای دیگه هم میخره و الی آخر. خب اینجا من یه چیزی به شما نشون میدم راجب ایران، و میدونید که این آقای ترامپ یکی از وعده های انتخاباتیش این بود که این ماجرای قرارداد با ایران برجام رو روز اول، همه کارا رو روز اول. این احمق نمیدونست اگه این قولایی که داده روز اول دونه یک دقیقه هم وقت میگرفت، دیوار ساختن، نمیدونم پاره کردن قرار بیمه برای بیمه عمومی مال اوباما برای مردم، نمیدونم پاره کردن برجام، اینا رو اگه یک دقیقه برای هر کدومش میخواست وقت بذاره همش رو نمیتونست روز اول انجام بده، ولی چون آدم دروغگوی بود و میدونست که اصلا همچین چیزی امکان نداره، همه رو گفت همون ساعت اول، روز اول که برسم. و تا امروز که اینجا هستیم دوستان هیچ کاری انجام نداده، حتی تکس ریفورم که حقیقتا تکس کات هست برای پولدارا، اونم امروز صبح گفتن وقتی که صفحاتش رو خوندن به این نتیجه رسیدن که اونم احتمالاً دموکراتان نمیذارن همچین چیزی باشه که مردمی که 40,000-50,000 دلار در سال میسازن بیان مالیات بدن، ولی کسانی که 600-700,000 دلار میسازن و بیشتر اونا مالیات ندن. و اما این رو واشنگتن پست امروز گذاشته بود و نوشته که ترامپ میگه که جنرال های ترامپ، میدونید این بیشتر از افراد دیگه هم ارتشی ها رو آورده توی کابینش، و اونها بهش گفتن آقا شما نمیتونی این قرارداد به اصطلاح چیز رو از بین ببری، قرارداد ایران و اون 5+1 بود، چی بود از بس اینا 5+1، 8-2، 8+2 دارن دیگه آدم گیج میشه. قراردادی بود که ایران، آمریکا و چند تا از کشورهای اروپایی
حتی اون رئیس جمهور فرانسه وقتی آمد با ترامپ صحبت کرد گفت آقا take it easy، برو بشین یه چیزای دیگه، مزخرفای دیگه بگو، ولی قرارداد ایران رو نمیتونی از بین ببری. خلاصه اینجا نوشته که it's no secret that President Trump is desperate. بله، میگه که این یه چیز محرمانه نیست که آقای ترامپ شدیداً دنبال این هست که اون قرارداد رو به اصطلاح ورداره، ولی بهش گفتن که این اینجوری نمیتونی اپروچ کنی و فعلا نمیتونی دست بهش بزنی، تو اینقدر مشکلات دیگه داری و مثل الاغ توی مرداب. الان دوستمون میگه آقا چرا میگی الاغ، مثل خر به گل موندی که فعلا این رو فراموش کن. دوستان اگر کسی هست که طرفدار دونالد ترامپ هست تشریف بیاره برای ما هم بگه تا ما آگاه بشیم توی مغز اینها، توی کلشون چی هست. احتمالا مغز نیست، اگه مغز هست توی مغزشون چی هست که اینها هنوزم که هنوزه فکر میکنن ترامپ به اصطلاح کاری از پیش میبره. میدونید که ایام محرم است و بریم ببینیم که توی محرم وقتی غیر تو کمر گیر میکنه چه باید کرد. و یک دقیقه اجازه بدید، یک دقیقه هم نه، یک لحظه هم نه، یک لحظه دروغ کمه، یک دقیقه هم خیلی طولانیه و من این رو برای شما اینجوری نشون بدم. خدایا به اینایی که تلفن رو عمودی میگیرن و ضبط میکنن یه لطفی بکن، یه راهی نشون بده که 90 درجه بچرخونن و افقی ضبط کنن تا ما این دوتا بغل اینجاها میبینید دوستان، اینجاها به اصطلاح سیاه نباشه و این رو ببینید. این حدود 1 دقیقه و 28 ثانیه هست ولی من فقط یه مقدار کمیش رو بهتون نشون میدم تا یه بحثی رو باز کنیم و ببینیم این موسیقی، مذهب، رقص چجوری شروع شده. شغل فاطمه تا روز قیامت از سوز آتش زخم نمایان حسین است، از سوز آتش زخم نمایان حسین است. امروز و سر سرور دین سفت پیامبر، پرواز آغوش نبی سفت پیامبر. چون خر شده از قدم عدم خلقت عالم، گردیده به وی مملکت و رنگ مسلم. خب اولا از لهجه و این معلومه که مال تهران نیست، احتمالا یکی از شهرستان هاست و همیشه یادمونه اون رجعه، اون به اصطلاح سینزنی های مرتب، دسته های مختلف، مخصوصا یه رقابتی بود بین این مسجد اون مسجد، کدومش نمیدونم دکلش بزرگتره، کدومش اون قسمت سنچ و تبل و نمایشش بزرگتره اینها. ولی آقا خانم اصلا این مثل آقای امید امیدوار قرآن رو بیار ادرار کن روش، آتیش بزن اینا رو، ولی بعد بشین مثل آقای علی ترابی نگو من میخوام به اسلام حمله کنم. آقا حمله کنی میان حمله میکنن، میزنن توی سن بالا داغونت میکنن. بشینید فکر کنید اسلام از کجا اومده، این حرکت ها از کجا اومده. من روز دوشنبه بود رفتم اینجا راه برم، بعد رفتم یه سری یه کلیسایی از آخر اینجا دیدم صدا میاد توش، وقتی رفتم دیدم اینا دارن ریهرس میکنن، یعنی تمرین میکنن برای یه برنامه‌ای و همین رقصا و همین به اصطلاح میدونید که این رقصا اینا شماره باید بشه، مثل ارتش که رژه میره میگه 1 2 3 یا میگه تبل بزرگ زیر پای چپ، اینها اینا هم باید تمرین کنن و این بوده تو همه دینها بوده هست. حالا شما باید خوشحال باشید که یه سری با زرنگی دارن موسیقی های شادتر، موسیقی هایی که یا گفته هایی که به اصطلاح زبان حال مردمه دارن میارن تو این مجلس عزا و اینها و من نمیدونم چه چیز این مهمه. خب همین مهمه که اون بفرسته منم نشون بده. و اما اینجا یه ویدیوی فرستادن نوشتن این است هنر ایرانیان. دوستان من چون این فیلم ها، علی میگه من نگفتم حمله به اسلام میکنم، من گفتم اسلام را نقد و به چالش میکشم. میدونم دوست عزیز، ولی من و شما نقد و چالشمون حمله است، بلد نیستیم چالش کنیم. شما چالش کن، مثلا بگو این آخوندها چرا عمامه میذارن رو سرشون، بعد من برات مذهبیون
مسیحی میارم که عمامه های درازتر بلندتر، دلیلش اینه که میگن خودشون رو میخوان از آدم های دیگه بزرگتر نشون بدن، حتی این قسمت سر که مغز توشه بزرگتر نشون بدن تا دیگران فکر کنن اینها بیشتر میفهمن. این میشه چالش. شما یه سوال میکنی یه نفر پیدا میشه یه جواب میده. ولی وقتی یه برنامه بود یه خانمی یه ویدیوی فرستاده بود که خانم ها هرچی بخوان به دست میارن، من نوشتم خب طبق گفته این خانم پس دیگه آقایون من و شما هی نباید یقه خودمون رو پاره کنیم برای آزادی و مساوات زنا، خودشون حتما اینجوری که این خانم میگه خودشون میخوان که حجاب بپوشن و الا. بعد اون دوستون نشون نه آخوندا این بلا رو سر اینا آوردن. میگن آقا همینجا شما تو مراسم بعضی از این کلیساها که میری باید سرتون پوشیده باشه. این دینی که 150-60 سال پیش توی یوتا و اینجا پیغمبرشون هست و پیغمبرم یه 20 زن داشته گرفتنش الان زندان هستن، اون اصلا میگه خانوما شلوار نمیتونن بپوشن. ولی شما چالش نمی کنی. شما فقط حمله میکنی. من میگم آقا به عنوان دوست مواظب خودت باش، برو اصلا این حالا اسمش شما چالش میذاری، برو آقا بیشتر چالش، دمت گرم، خسته نباش. چی بگم بهت؟ خب آره این نمایش رو من بهتون نشون میدم، اجازه بدیم. البته این یه فیلمیه که میدونید بعضی وقتا اینجا رسمه، میان چند تا دوربین میذارن، دوربینای مخفی، دوربینای معمولی، اینها بذار من این خاموش کنم بتونم این تصویر رو به شما نشون بدم، بعد با هم بریم اونجا. بله این از این نشون میده که یک گدایی کنار خیابون نشسته. ما شیرازی‌ها به گدا میگیم گدا، کدومش درسته؟ هم گدا درسته، هم گدا درسته، هم گدا درسته. چی بدم بهتون؟ خب میبینید که یک خانم اینجا نشسته، این آقا رد میشه، حالا یکی یکی همه با هم ببینیم. متوجه دوربینا میشی؟ تا حالا 3 دوربین عوض شد از بعد. یه مدت که میگذره پولای که جمع میشه، این آقا با ماشین SUV میاد، چادر رو در میاره، مانکن زیرش، بله اینه. خب بله ببینید چند تام داره، یعنی ایشون تو ماشینش که میندازه میبینید مانکنای دیگه هم اونجا هستن، یعنی ایشون مثلا 20 تا 15 تا از اینا رو جای مختلف خیابونای مختلف میذاره و به این صورت از شفقت و ترحم دلسوزی، ترحم و دلسوزی مردم سوء استفاده میکنه. حالا اینو کی ممکنه درست کرده باشه؟ من فکر می‌کنم خود آخونده اینو درست کردن. اینو درست کردن که به من و شما بگه اگه تو خیابون فقیری دیدید، گدایی دیدید، کمک نکنید، در عوض بیان بریزید توی صندوق‌های اعانه. از چی است که خیلی جالبه، سر هر کوچه و گذری یه دونه از این صندوق‌ها رو گذاشتن. و نمیدونم، من خودم بارها گفتم وقتی تو خیابون میرم اگر یه نفر نوشته باشه یه پولی به من بده میخوام ساندویچ بخورم، آبجو بخورم، من به اون کمک میکنم. بعضی وقتا حتی براشون نهار میخرم، آبجو میخرم. ولی اینایی که اونای دیگه که میگه من بیکارم فلان، آدم نمیدونه آقا بیکاری، اینجا سوشال سکیوریتی هست، اداره کار هست، برو اونجا. البته ناگفته نماند بعضی وقتا اینها پولایی که میدن اینقدر در ماه کمه که طرف مجبور میشه به گدایی. ولی جان استاسول توی 60 مینیت نشون داد که وقتی اینها میان و گدایی میکنن، درآمد گدایی انقدر خوبه که دیگه اینا حاضر نیستن سر کارهای دیگه برن. یه ساعت 40 دلار میسازه، نشسته بیرون سیگارش هم میکشه، میگه کجا من برم ساعت 8 دلار 10 دلار بعد رئیسم بهم نق بزنه. و اما استراتژی آمریکا نسبت به ایران چیست؟ من میخوام جواب اون دوستمون احتمالاً سعید حتی که گفته بود مشکل یافتن راه حل کشتارهای دست جمعی در آمریکا چیست و گله کرده بود از آقای ساسان کمالی، اینو براتون بگم چون گفتم که در خیابون کی دنبالش بگرد.
اینجا قشنگ نوشته، اولا نوشته آقای محمود سریع القلم، منبع وبسایت نویسنده، و اینجا نوشته که آمریکا، بذارید من برای شما، آمریکا کشور گروه‌های لابی است، نه تنها در سیاست خارجی بلکه تقریبا در تمامی موضوعات میتوان از طریق لابی بر تصمیم سازی ها و سیاست گذاری ها در آمریکا اثرات جدی گذاشت. در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا خیابانی است به نام کی استریت که مرکز مؤسسات حرفه‌ای در صنعت لابی است. یعنی اصلا لابی رو این به صورت صنعت اینجا اسم برده ازش. عربستان رسما اعلام کرده که در سال 2016 150 میلیون دلار صرف لابینگ در دستگاه‌های حکومتی و همچنین جامعه آمریکا کرده است. هر گروهی که تشکل قوی‌تر، پول بیشتر و روانشناسی مؤثرتر داشته باشد، ظرفیت اثرگذاری بر سیاست‌گذاری‌ها را پیدا می‌کند. با توجه به این که ایران کشور فرصت‌ها، که من اینو نمی‌دونم کی گفته ایران کشور فرصت‌ها، زیبایی‌ها، طعم‌ها و توانمندی‌هاست، چرا در این حد ذهنیت نسبت به ایران منفی است؟ تقریبا هر خارجی که به ایران سفر می‌کند بلافاصله متوجه میان ذهنیت قبل از سفر و واقعیت بعد. آقای میان قلم بودی، چی روان ساده قلم بودی، من دلیلشو میگم. برای که کاری که آخوندها کردن ریپیتیشن یا سابقه بدی یا مزه بدی تو دهن مردم دنیا انداختن از ایران. حالا وقتی یه نفر فکر میکنه که ایران تروریستیه میگیرنش، شما باید خیلی پول خرج کنی تا بتونی ثابت کنی و این حاضر بشه بیاد ایران، بعد با چشم خودش ببینه که آقا جای خوبیه، با دهن خودش مزه کنه که خوراک خوبیه، ایرانی هم که چاپلوسو تا یه خارجی میبینن قربون صدقش میکنن، ببرنش خونهشون مجانی و چنین و چنان، و اونم بیاد بگی که اینها بهترین مهمان نوازا هستن، اینها قریب نواز و خودگداز هستن. و اما یه دوستی دارم، برای من خیلی باعث تعجبه، چون اسم خودشم کوروشه، گهگاهی هم به شوخی میگه شما به من بگید کوروش کبیر، بله چون ایشون مسن‌تر از ما هست ما بهش میگیم کوروش کبیر. ولی دوستان تو رو خدا اینقدر آبروی خودتون رو نبرید. من نمیدونم مثلا شما اگه 4 تا آمریکایی دوستتون باشن برید تو اداره بعد بگید ما ایرانی ها چنین و چنان، بعدن شما اگه از اونجا اومدید بیرون اون آمریکایی ها نمیگن بابا این شطور سوار حالا دیگه میخواد به ما. یادتونه حتی به شاه میگفتن، شاه وقتی شروع کرد به انگلستان و این برنامه گفت که ما انقدر سال فرهنگ داریم و فلان، اینها دیدین چگونه زدن، اصلا نسلش نابود کردن. حالت نسلش نابود شد چون آقا رضا 3 تا دختر داره دیگه، پهلوی از اینا به اصطلاح پایه نمیگیره. بله ایرانیان اصولا ملت فلان مالی هستن. آرش جان بنویس دستمال به دستی هستن، بنویس چاپلوسی هستن. خب اونجوری هم من میفهمم من منظور چی، هم دیگران میفهمن، ولی یک کمی بهتر نوشتی. بارها گفتیم که بتمرگ و بنشین و بفرما ستاش یه معنی میده، ولی بهتره که هر کدوم رو به جای خودش استفاده کن. این رو برای من فرستاده این آقای کوروش کبیر. بعد بهش میگم کوروش جان یکم برو بخون، یکم برو مطالعه کن، تو میگی که قبر کوروش اینجاست، قبر مادرش هم اونجاست، مگه این چشمت روشن؟ آرش جان خیلی ممنون که به حرف این پیرمرد گوش میدی، متشکرم. اگه اونم پاک کنی عوضش کنی بنویسی ایرانیان اصولا، ایرانیان هم همه نیستن، بنویسیم اکثریت ایرانیان، یا بنویسیم خیلی از ایرانی ها چاپلوس هستن و چنین و چنان. برای که مملکتایی که دیکتاتوری توشه، دوست عزیز، دیکتاتور کاری میکنه که مردم بفهمن فقط از طریق چاپلوسی یا به قول شما فلان مالی ممکنه به جایی برسن. اینه که مردم اونجوری میشن،
هر کسی برای امورش بگذره. اصلا ضرب المثل داریم آقا، میگه برو ریشتو بکن تو کون خر، بعد برو به گلاب بشو. شما اینو برای یه خارجی بگی میگی مگه دیوونه ای که شما ریشتو میکنی فلان جای خر؟ اون اصلا نمیفهمه که منظورش از این خر دولت دیکتاتوره، منظور از ریش حالا امورت بگذره بود. در صورت خیلی خیلی ممنونم، ولی اینجوری برای این دوستم نوشتم آقا شما من بگو ببینم این کوروش خان زرتشتی بوده یا نبوده. حالا من منتظر جوابت نمیشم. اگه زرتشتی بوده، مگه زرتشتی ها تا همین چند سال پیش، حتی تا دوره شاه توی یزد، شما بریم بالا یه تپه، زرتشتی ها مردشون رو میبرن میذارن اون بالا، و این پرنده ها که اکثرشون هم لاشخور هستن میان اینا رو میخورن میرن و تموم میشه زندگی. چجوری یه دفعه کوروش به فکرش رسیده که کوروشی که سرش بریدن توی نمیدونم یونان کجا تو جنگی که بوده، سرش با چسب دوقلو چسبوندن آوردن بخیه کردن آوردن ایران، اونجا بعدن گفته حالا منو بزنید. اصلا وصیتی نبوده، چیزی نبوده. میدونم الان آقای چمنارا میگه شما برو اون استوانه رو بخون. من نمیدونم این آقای این استوانه چند صفحه است که همه این چیزها رو روش نوشته. در هر صورت بعد که اینو گفتم، دوستمون میگه اینو یه فلان فلان شده برای من فرستاده، شما با اون صحبت کن. گفتم ببین من وقتم ارزش داره، حوصله با اونا صحبت کردن رو ندارم، ولی چون شما دوست خوب من هستی و من نمیخوام یه جایی آبرو خودتو ببری جلو چاینیزا که 5000 سال، 10000 سال، جلو مکزیکنا که 5000 سال تقویم مایا رو دارن که هنوز ساعت نمیدونم آفتاب و مهتاب بهت میگه، جلوی یونانیا که مهد چیز بوده، دموکراسی بوده، این حرفا رو نزنید. بعد بهش میگم تنها اونایی که امروز چیزی رو ندارن که بهش افتخار کنن میرن توی قبرستون‌ها دنبال استخون‌های مرده میگردن، حتی استخون سگ و گربه هم اگه پیدا کنن میگن این پدر بزرگ منه و چنین بود و چنان. و اما توی ایران میدونید که خیلی رسمای جدید اومده که من و شمایی که 30 سال نبودیم، 32 سال نبودیم، ممکنه ازشون با خبر نباشیم. یکیش اینه، مثلا الان روی ماشینشون نقاشی میکنن. البته اینجام هست بعضی تبلیغا رو درست میکنن روی یه پلاستیکای مشبکی که شما وقتی میچسبونی رو ماشینه بعدم میتونی ورش داری. همین دوستمون آرش نوشته ساکنان اولیه آمریکا هم همین طور مرده ها را دفن میکنن. بله سرخپوستا که اینجا هستن، البته این سرخپوستا غلطه، چون اینا سفید بودن وقتی اومدن اینا رو دیدن به اینا گفتن سرخپوست. بعضیا میگن اینا رو وقتی پوستشون رو میکندن از کله و اینا بهشون گفتن سرخپوست. در صورت این بومیان بهترینه که خود اینجا بهش میگن نیتیو، مثلا نیتیو امریکن، نیتیو استرالیان، نیتیو کانادین، نیتیو مکزیکن و بومیان. دو شما کاملا درست میگی. و مثلا هندیا مردشون رو میبرن دم اون رودخونه، بعد میارن روی یک طبقی میسوزونن و الی آخر. در اصل این مزخرفاتی که گفتن، این ماجرای تخت جمشید، این ماجرای پاسارگاد، آقا از خودتون سوال کن، اگه تخت جمشید به این بزرگی، شاه ها اونجا بودن، نمیدونم حسابدار داشتن فلان، نه اون شهری که سربازا توش زندگی میکردن کو یه چیزی رو شروع کرده بودن، گویا اصلا نیمه تمامم داغون شده و اسکندر اومده زده و رفته و اینها بمانه. ببخشید ببینیم این چیه، ایندیجنس نام درستش، ایندیجنس نمیدونم، دیجنس نمیدونم، من انگلیسیم خیلی خوب نیست، باید اینو از رایان که استاد انگلیسی سوال کنیم. آقای رایانم 2 تا ویدیوی 3 دقیقه‌ای درست کرد و گیوپ یعنی برید، گفت که آقا من با دوستام تصمیم گرفتم برم به اصطلاح از فیسبوک استفاده کنم فلان اینا، فعلا رفته تا بیاد ببینیم چه کار میکنه. ولی امیدوارم به جنبش زیرتنبونی این مشنگایی که میخوان 7 میلیون پیاده برن ایران بپیونده آقای رایان، چون به من گفته بود آقا چرا به این آقا حمله کردی، تشویقش کن. میگم آقا طرف داره خودش به کشتن میده، من تشویقش کنم؟ مگه من دیوانه هستم؟ تو تشویقش کن. و اما باز خبر درباره لاریجانی
گفتن که لاریجانی و فرزندانش تابعیت کانادایی ندارن. میدونید که این آخونده هم مثل اون دوستان خانواده پهلوی و مثل دستندرکاران دولت پهلوی، هر کدومشون سعی کردن از یه جایی تابعیتی چیزی داشته باشن تا روز مبادا بتونن با اون در برن یا جایی رو داشته باشن. حالا چون کانادا شده لانه زنبور و بیشتر اینها میرن کانادا، اینجا نوشته که لاریجانی و فرزندانش تابعیت کانادایی ندارن. والا با این پولایی که اینها دزدیدن هر کدومشون میتونن یه کشور بخرن، میتونن یه جزیره بخرن. من قولتون میدم الان این کشور نه، این ایالت هم نیست بدبخت، این پورتوریکو رو یه مدت دیگه آمریکا بذاره برای فروش. و کیه اون آقای سر، اتفاقا دیدمشم تو بوستون که ویرجین آیلند رو داره، اون یه جزیره رو خریده و اصلا کشور خودش رو انداخته. در صورت یک نماینده اصولگرای مجلس انتشار مطالبی در یکی از سایت های ضد انقلاب درباره تابعیت کانادایی لاریجانی و سفر فرزندانش به این کشور را کذب محض خواند و خواستار برخورد وزارت ارتباطات با این سایت شایع پرداز و دروغ افکن شد. به گزارش ایسنا، نادر قاضی پور با استناد به اصل 22 یا 33، درست نمیبینم فارسی اینجوری نوشته، دندوناش معلوم نیست، با دندونش بشمار، قانون اساسی در اختاری در جلسه علنی امروز سه‌شنبه دیروز گفت سایتی با مدیریت ضد انقلاب همچون خوره به جان نیروهای انقلاب افتاده و با بهانه های واهی به دنبال تخریب و سلب اعتماد عمومی و کاشت بذر ناامیدی در جامعه است. این سایت با تمسک به اطلاعات جعلی و تماما دروغ میخواهد شخصیت ها و مقامات کشوری و لشکری را مورد اتهام و ترور قرار دهد. وی افزود این سایت یک روز از آقای عارف حرف میزند و روزی دیگر به ناحق و به دروغ نام دکتر لاریجانی را بر سر زبان ها میاندازد، با این مطلب که ایشان تابعیت کشور کانادا را دارد، فرزندانش در آن کشور هستند. ما نمایندگان میدانیم آقای لاریجانی دو فرزند پسر دارد، یکی در حوزه علمیه قوم مشغول طلبگی است و دیگری دانشجوی دکترا در تهران است که در این ایام نیز عزاداری میکرده است. اینم از مجلس ایران، به جایی که بشینن مشکلات مردم رو حل کنن و راه چاره برای فردا، اینا دعواشون سرهیه. بله، این دیجنس، نمیدونم این کلمه رو شنیدم ولی هیچ وقت جای استفادهش رو به اصطلاح چیز نکردم. من بهتون حتی اون روز گفتم این فیلم Curb Your Indie، اصلا نمیتونم تلفظش کنم، وقتی نمیتونم دیگه دروغ چرا بگم. خیلی کلمات هست که ما بعضی وقتا چون برامون مشکله، چون برامون معلوم نیست که درست میگیم، سعی میکنیم یک کلمه دیگه جایگزینش کنیم. یعنی میرسیم حقیقتا به همون آقای معلمی که لکنت زبان داشت و رفت گفت آقا دو سیر پا 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 گور پدرش آقا نیم کیلو ماست بده تا برم. اینجوری میشه، ما حقیقتا یه جورایی مثل لکنت زبان داریم. و اتفاقا به خاطر همین شما اگه تو آلمان زندگی میکنید، اگه تو آمریکا زندگی میکنید، ها چون این انگلیسی صحبت کردن، آلمانی صحبت کردن، فرانسوی صحبت کردن شما رو سلو میکنه، اینا فکر میکنن شما مغزتون سلو. البته الان کشورهای دنیا همه یکی یکی فهمیدن که بابا اون کسی که زبان خودشو میدونه و یه زبان بیشتر میدونه از تو باهوشتر، از تو به اصطلاح زبلتر. و اما میگه در این فیلم نمایش میدهند که اسب حضرت امام حسین چگونه امام مجروح و تیر خورده را پایین آورد، همینطور باید رنگ و روغن و چربش کرد تا مریدان افزون گردند. بله، الان این ایام چیز هست و تعزیه و اینها. تعزیه اگه یادتون باشه، من از زمانم قدیم یادمه، یک میدونی رو در نظر می گرفتن، چند تا به اصطلاح هنرپیشه‌ای که نتونسته بودن تو کار سینما و تئاتر و اینها موفق باشن توی این تعزیه ها شرکت.
ببخشید این صداها معمولا بالاست و این تازیه ها شرکت میکردن و من انگلیسی به زبون شیرازی حرف میزنم. اصلا ناراحت نباش داداش من که 40 سالم بیشتر هست اینجا هست، هم فارسیش از من شیرازی تره هم انگلیسی رو به شیرازی صحبت میکنه و اصلا نگران نباش، فقط حرف بزن و نذار لهجت یا کمبود کلمات باعث حرف نزدن بشه، ولی مواظب باش که یک کلمه‌ای رو هم عوضی نگی و خدای نکرده سوء تفاهم ایجاد نکنی با دوستان. و من صدای اینو کم کنم، این ویدیو رو هم برای شما نشون بدم، ببینیم این دوستمون که این ویدیو رو فرستاده و گفته اسب رو اینجوری امام حسین آورد پایین و ابوالفضل رو برد بالا چجوری هست. میام کامرای دو، چقدر راحتم من خودم جلو دوربین نیستم. خب ببینیم چی میگه. دنیای اینجاست بر من قتلگاه زلزلا، خم نما زانوی خود نزدیکتر شا بر زمین تا فرود آیم به خاک کربلا ای زلزلا. اینجا نمیخوام بگم هر روز، ولی اصلا هست نمایشایی که بهشون میگن شیر دریایی، میارن طرف با این چیز تف میزنه و میاد از مردم خوراکم ماهی بهش میدن. اسب که اصلا نگو، اسبایی که رژه میرن چه از انگلستان چه از همین آمریکا، یک نمایش بزرگی هست. اون خانم هنرپیشه و خواننده کیه؟ سینه های گنده ای داره، باستن گنده ای داره. اون دفعه میگفت چرا اینا همش به من میگن سینه هات بزرگه، نگاه کنید ببینید باستن من چقدر قشنگه و اینها. یک جایی رو یه تئاتری درست کرده بهشم دیکسی سامتینگ و اون همون نمایش استمپید، اسبا میان میجنگن فلان اینا، ولی هیچ کسی حقیقتا زخمی نمیشه. خب اینا رو تربیت کردن، اینم مثل سیرک که میاد نمایش میده، اینم یک نمایشه. و من باز نمیفهمم این دوست ما که دنیا دیده هست کجاش برش جالبه. نوشته این را نمیدانستم در این فیلم نمایش میدن که هست اسب حضرت امام حسین چگونه امام مجروح و تیر خورده را پایین آورد، همانطور باید رنگ و روغن و چربش کرد تا مریدان افزون گردند. خب علامت به اصطلاح به جای خون و اینها یه مشت رنگ قرمز مالیدن بهش. این پیام رو هم براتون پخش کردم از دوستمون آقای آزاد. آقای آزاد اگه اومدی واشنگتن حتما ببینیمت، حالا اگر امکان مالی هم داری تلویزیون مردم رو حمایت کن. و اما این دوستمون نوشته که آقای سوربی کانادا هر کسی که پول زیاد ببره اونجا رپ میپذیره یا رپ میپذیره، کاری هم نداره، پول دزدیه، پول چط ملت ایرانه، با هر اختلاس دیگه به خاطر پول تابعیت هم میدن. شرط جاسوس دختر صادق لاریجانی برای جاسوسی هم بله. ببینی آقا مجید این نوشته، مجید جان همین آمریکا، همین دختر خانم دختر آقای ترامپ برای خیلی از چاینیزا با $500,000 گرین کارت گرفته. ما اتفاقا یه آگهی پخش میکردیم، یه آقای مهندسی بود، مهندس ساختمان یا به قول علی آقا مهندس عمران، ایشون رفته بود قراردادهایی رو گرفته بود با شهرهای مختلف آمریکا و اونا اینجوری هن میگن ما برای که این شهرمون رونق پیدا کنه ما اینجا خونه ساختیم، مدرسه ساختیم، ولی شاپینگ سنتر نداریم، بازار نداریم، مردم میرن اون ور و ما میخوام یه بازاری، زمینم ما بهتون مجانی میدیم، یا پول زمین رو اینجوری، یا بهتون 20 سال ازتون مالیات نمیگیریم، تشویقشون میکنن میان. این آقا هم اومد تو این تلویزیون، تو تلویزیون آپادانا به مردم میگفت که بیاین $800,000 بدید شریک بشید و براتون گرین کارت میگیریم. اونا چیزای قانونیه که این مملکت ها دارن. حالا اونی که پول دزدیده بود نمیدونم $3 میلیارد چقدر برده بود اونجا، باختری بود نمیدونم خاوری بود کی بود برده اونجا،
این بی‌عرضگی دولت ایرانه که نمیتونه بره دنبالش. چرا نمیتونه بره دنبالش؟ برای خود اونام دوزه، یعنی دوز که از دوز بزنه شاه دوزه، این از اون دوزدا دوزیده در رفته، شما که نمیتونی بری به پلیس شکایت کنی بگی آقا سربی پول منو دوزیده. میگه این پول کجا بوده؟ میگه ما با هم رفتیم بانک، یه بانکو زدیم، سربی سهم من نداد. خب پلیس اول یه دستبند به شما میزنه، ماجراش اینه. در صورت بعد برمیگردیم باز به اون خبرهای قدیمی که نوشته زهرا لاریجانی به اتهام جاسوسی، که الان امروز براتون خوندم، اون گفته بود اصلا جاسوس نیستن و اینها. و بریم امین محرم و سینه‌زنی و اینها که من برای دوستان مسیحی فرستادم، که اجازه بدین بله، که دوستان مسیحی هم چگونه خودشونو میزنن، چگونه خودشونو به میخ میکشن، چگونه خودشونو زخمی میکنن. و این یه چیزیه که تو ادیان آمده. و دوستان عزیز، دین اسلام دین جدیدی نیست. بر کشتنش رو از ابراهیم یاد گرفته، کی بوده که میخواست پسرش رو سر ببره، زنجیر زدنش رو نمیدونم این چیزهاش رو از این دینای دیگه یاد گرفته، سنگسار کردن گناهکاران رو از دین یهود، از دین مسیح یاد گرفته. دین یهود میگه اگه دختره تو کوچهشون رفت با کسی که دوست داره خوابید، بعد باید بیارن تو همون کوچهشون سنگسارش کنن دم خونه باباش. چرا این دوست یهودی ما نیومد تا گفتم آقای مصطفی زاده کتاب شما رو بلده؟ رفت نیومد. خب اینم از این، ببینیم این ویدیو چی به شما نشون میده. چرا صدا نداره؟ آها من بستم صداش. اینم باز برای من چیز جدیدی نیست، همینجا توی این کلیساها برای که مردم به هیجان بیارن ببینید چی کار میکنن، مخصوصا کلیسای سیاه‌پوستا. حالا یه چیزی دیگه به شما میگم دوست عزیز، اسم خواننده هایی رو که دوست داری تایپ کن، یا از اونوری تایپ کن بنویس خواننده هایی که از کلیسا آمدن خواننده شدن. قولت میدم 80%، شاید هم 90% این خواننده هایی که خواننده هستن اینا تو کلیسا بودن. اون خانم ویتنی هیوستون اصلا هر کدومش بگی میگه من از کلیسا شروع کردم. و این ریتم و آهنگ و سر و صدا برای شور و هیجانیه که توشون درست میکنن. طرف چرا وقتی میری دیسکو صدای موزیک رو انقدر بالا میبره؟ ثابت کردن هرچی صدای موزیک بیشتر باشه مردم بیشتر میرقصن، مردم بیشتر مشروب میخورن. این مارکتینگ هیچ کسی بهتر از آخوندا، آخاخاما، پدر روحانیا، شبانها، هیچ کسی بهتر از اینا بازاریابی بلد نیست. دلیلش هم خدمتتون میگم، اینا تنها کسانی هستن که به شما جنسی رو میفروشن که قابل دیدن نیست. تو آمریکا میگی seeing is believing، یعنی اگه دیدیش باورش کن. ولی اینا به شما چیزی رو میفروشن که قابل خرید، قابل دیدن نیست، و براش پولی رو میگیرن که بعدم شما نمیتونی بری بگی من نمیخوام، پشیمون شدم. شما جنسی رو که میخری، امروز یه تبلیغی یه چیزی رو میدیدم گو اینو بخرید 60 روز ببرید امتحان کنید، اگه اون کاری که ما گفتیم انجام نمیده به ما زنگ بزنید، حتی پول برگردوندنش هم ما میدیم، یعنی میام در خونتون ورش میدارم ببرمش. این مارکتینگ و بیزینس بیچاره‌ای هست که یه جنسی رو درست کرده، پول داده، ثبتش رسونده، تولید کرده، جا براش کرایه کرده، اینجوری باید التماس کنه، اینجوری باید تضمین بده. اون وقت اون یکی وای میسه یه تیکه نون خشکی رو میزنه تو شراب، میکنه تو دهنه و به شما میگه شما به من ضمانت بده که مثل بره دنبال منی. اصلا اسم خودشو گذاشته شبان. بعد وقتی به دوستان مسیحی میگیم آقا چرا این شبانه، خب این برهاش کجاست؟ میگه نه منظورش از شبان، آقا من برهاشو میبینم، برهاش شما هستید، ما میدونیم که این شبانه، برهاش هم شما هستید. میگید نه بیان صحبت کنید. خب یه نمونه دیگه از این سینه‌زنی‌ها و اینها،
دوستمون هر چی فیلم محرم بوده برای ما فرستاده، ممنون و متشکرم. آهنگای جدید میخونن، آهنگای جدید میارن داخلش. خب این نشون دهنده اینه که اینها هم هنرمندن. مثلا شما فکرش نکن همین آقای تاسی که داره اینجا میخونه، 100 تای دیگه خواننده بودن تا این رسیده به اینجا، یا این مثلا پول داده به آخوندا و فلان و دسته و مسته و اینها. یعنی همینجا هم رقابت هست، همینجا هم اون ذوق چیزای جدید درست کردن هست. شما همین لباس رو ببینید که درست میکنن، همین گردنبندی که انداخت خور رو دوش نمیدونم یا حسین شهید، ببین اینا چه بازاری چه مارکتینگی داره. همین لباسای سیاه در ایام ما محرم، همین زنجیرها، همین نمیدونم قمه زدن و اون لباسای سفید، همین گل پاشیدن، همین رابط اون گلارم باید یه پولی بدن یه کسی بیاد گل رو شل کنه، بعد طرف دیگه حالا رو ماشینشون هم میمالن. یکی نیست بهش میگه اولاق مگر زمان امام حسین، امام حسین ماشین پراید یا پژو داشت که روش گل ممالی؟ اصلا اون کسی نمرد که گل بماله. بعدم شما اگه میگی رفته بهش دیگه چه مرگیته، برو خوشحالی کن. ولی منطق نیست. بفرمایید. دوستان من این عکس رو نشون نداده بودم و فقط آهنگ رو پخش میکردم، شما ممکن بود تا 2 دقیقه متوجه نشید که این یک موسیقی سنتی ایرانه که در نمیدونم یه جایی به عنوان کنسرت داره اجرا میشه، یا اینی که این آقایون به عنوان سینزنی و مجالس ختم مجالس چی میگن عزاداری رو اجرا میکنن. ولی باز سوال همونه، چه باید کرد؟ این چیزی که شما داری میگی ذکر همین مصیبتیه که این بیچاره هم نادانسته یا دانسته داره ذکر مصیبت میکنه، و ذکر مصیبت کاریه که آخونده 1400 سال کردن و پول میسازن بدون اینکه کار کنن. نه یکشون تو آفتاب رفته، نه یکشون تو یخ و سرما و گرما رفته، ولی دارن پول خوبی هم میسازن. نوشته که ساختمان نشان داده شده یکی از حسینی هاست. خب معلومه حسینیه میسازن، مسجد میسازن، کلیسا میسازن، بزرگتر و بزرگتر میسازن، چون نه مالیات میدن نه چیزی. و اما دسته اعضای ایرانیات در اینجا که گفتم این دوستمون از خلیج فارسه ولی نگفته کدوم کشور، هیچ عیبی هم نداره، ما را بهتون نشون میدیم اینا. و شما اونجا میگی آقا تو انگلستان الان سینه‌زنی رسم شده، میان تو خیابونای انگلستان سینه میزنن. بفهم چه باید کرد؟ من نمیدانم، شما میدونید تشریف بیارید برای دوستان بگید، یا در برنامه های آینده در قسمت عقل بشر بگید چه باید کرد. بفرمایید. چیز تازه‌ای نداره، اینا رو قبلا دیدیم، به صورت دیگه بوده، علم و طبق و اینا بوده، حالا به صورت نمیدونم طبل و ساز و بیشتر و منظمتر، برای که دولت هم لابد پول خرج این کارا میکنه. خب و اما لطفاً صبر کن تا آخرش بشنو. یه ویدیویی بود از آقای دانشمند، گفتم میتونه آقای دانشمند اولاش حرف خوبی میزد. اون آقای کی بود که یه مهدیه هم ساخته بود توی تهران؟ آقای کافی بود، آقای چی اینا همشون میان یه مدت زمانی حرفایی میزنن که دلچسب مردمه، ولی بعد که نگاه میکنی میبینی خود اینها به یک نوعی سوپاپ آخونده هستن، سوپاپ حکومت هستن. بله میگه که دعوت نخیر دوستان، اگه کسی میخواد دعوت و اینها با خود آقای چمنارا تماس بگیرن، بگید درباره چی میخوان صحبت کنید و ایشون از طریق تلفن باهاتون صحبت کنه. دوستان عزیز
اجازه بدید من دو تا ببینیم این دوستمون پیام گذاشته، همون خودش هست، ببینیم چی میگه. بفرمایید. 2:59 بفرمایید. جناب استاد سلام، من مجید هستم، مجید نوروزی، و متأسفانه برنامه شما زمانی اجرا میشه که من توی میدوست هستم، ساعت 1:30 بعد از سر کارم، خیلی مستقیم میرم سر اصل مطلب. تفاوت نظام پارلمانی با نظام جمهوریت، حالا من نمیگم که ایران جمهوری داره ولی قسمش در حقیقت جمهوری گذاشته، اینه که در نظام جمهوری یک بار رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه و یک بار هم نماینده های مردم در پارلمان با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه. اینها متوجه شدن که با تجربه‌ای که بارها کردن روی نظام های روی پارلمان و روی نماینده های مردم میتونن مسائل قومی رو به جریان مندازن. مثلا در جایی که سنی مذهب هستن، یک نفر با این که اگر اصولگرا باشه، چون سنی هست و جمعیت سنی ها بیشتره، بهش رأی میدن تا نسبت به یک شیعه که مثلا از اصلاح طلبا باشه، حالا گرچه هر دو یکی هستن و هیچ فرقی نمی‌کنه برای من از دائما. خب اینا متوجه شدن که هر بار، ولی این جریان فرق میکنه، این پارلمان رو که تشکیل میدن در پارلمان اثر میتونن نفوذ بیشتری کنن، ذهن مردم رو کشتر کنن و اصولگرای بیشتری و تندروی بیشتری بیارن توی پارلمان، ولی در ریاست جمهوری دقیقا متفاوته و اینها متوجه شدن که اصولگراها هیچگاه دیگه نمیتونن یک نماینده به عنوان رئیس جمهور داشته باشن. به همین خاطر اومدن خودشون در یک بازی ساختگی، یعنی خود خامنه‌ای به اونا گفته که ازش بخوان، و این کار فکر کنم در سال 67 یا 68 به دستور خمینی به خامنه‌ای اون زمان که رئیس جمهور بود داد، یا دقیقا سالش یادم نیست، که نظام ما پارلمانی بود که میرحسین موسوی نخست وزیر بود و خامنه‌ای شماتیک فقط رئیس جمهور بود و خامنه‌ای دستور رو تغییرش دادن به نظام ریاست جمهوری که الان داریم، یعنی جمهوری است. الان دوباره میخوام برگردم اینه که اینها مجلس رو که کنترل کنن، دیگه رأی مردمی وجود نداره برای اینکه ریاست جمهوری رو کنترل کنن، یعنی خودشون رئیس جمهور نمیتونن داشته باشن. خیلی حرف درسته میگه که این خود رئیس جمهوری که الان روحانی داریم کاملا دست بسته خامنه‌ای هست. و صبر کن مجید آقا، صبر کن، من الان کاملا گیج شدم. اگه این شماره تلفنت آمریکاست، تو من بهت زنگ بزنم با هم کل کنیم. ببین، شما میگید اینا میخوان جمهوری به این صورت رو از بین ببرن، پارلمانی مثل اول انقلاب. من میگم اینا که نگفتن، شما داری میگی، این تفسیر شماست. ای کاش یکی از اینا میپرسید آقا شما که میگی پارلمانی مثل کدام کشور؟ مثل سوالی که ما از این طرفداران ترامپ میکنیم، میگیم آقایون خانما، ترامپ که میگه من میخوام آمریکا رو بهترین کنم دوباره، منظورش از دوباره کیه؟ اگه بگه میخوام بهترینش کنم، این درست، الان خوبیم، بهترین، میخوام بهترین بشه. ولی وقتی میگه دوباره، یعنی ما یک زمانی بهترین بودیم، میخوام برگردیم به اون زمان. این زمانه رو شما به من بگید. کسی نیست. وقتی ایرانی میاد میگه ما نژاد آریایی هستیم، براش میگم خانم شما برو آزمایش دی ان ای، 69 دلار شده. من اگه اومدی نشون دادی که نژاد آریایی هست، اصلا یه چیزی به نام نژاد آریایی تو دی ان ای وجود داره، من پول اون آزمایشو به اضافه 1000 دلار بهت میدم. ولی اگر نبودی، وجدانن 70 دلار دیگه خودتو جریمه کن و اون پولو بفرست برای تلویزیون مردم. همین الان علی ترابی سوال کرده چگونه میتونیم تلویزیون مردم رو حمایت کنیم. من برات علی آقا شماره حساب بانکیمو میفرستم، آدرس خونمو میفرستم و الانم بهتون یه چیزی نشون میدم. دوستان وقتی وبسایت ها رو میرید نگاه میکنید، یک کم دقت کنید. مثلا البته میدونم الان خیلی ها دارن از طریق چیز ما رو نگاه میکنن، به اصطلاح یوتیوب و فیسبوک، و ممکنه کمتر کسی بیاد از صفحه خودمون به صورت زنده برنامه رو نگاه کنه، ولی من اینجا بهتون نشون میدم. اگر شماها تصادفاً آمدید و اینجا میبینید، این کامرای دو میبینید، این صفحه تلویزیون مردم،
اگر اومدید اینجا طرف سمت چپش نوشته دونیت، طرف سمت راستش نوشته همیاری، رو هر کدوم از اینا کلیک کنید اینجوری شما رو میبره توی صفحه‌ای که اونجا میگید که من مثلا میخوام 100 دلار کمک کنم یا 10 دلار، حالا خیلی نگی، میگی 10 دلار، بعد حتی میگی میخوای این ماهیانه باشه، میگید بله، میان پایین مشخصاتتون رو می‌نویسید. لازم نیست حتی با پیپل اکانت داشته باشید، لازم نیست حساب داشته باشید، ولی من بارها گفتم اونی که میخواد حمایت کنه، آقا این پتیک بلند شده رفته 80 خورده کتاب رو تو 2-3 کارتون بسته چسب زده برده پست کرده برای ما فرستاده، هزینه‌ش هم داده. گفتم آقای ایران بومی یاد ما داد خواستن توانستن نیست، خواستن در حد توان توانستن است. آمریکایی هم میگن اگه بخوای راهشو پیدا میکنی. اینه، من برات آدرسمو میفرستم، شما میتونی یه چک بذاری توش بفرستی، میتونی پول بانک میتونی بفرستی، حالا برات میفرستم اینا رو بفرستم. ولی برگردیم ماجرای این پارلمانی، یعنی شما میگی اون اوائل انقلاب ایران پارلمانی بود به این دلیل که ما رئیس جمهور داشتیم و نخست وزیر داشتیم، همون رئیس جمهور و نخست وزیر هم مثل الان انتخاب میشد، رئیس جمهور رو انتخاب میکردن، بعد رئیس جمهور اگه اشتباه نکنم میومد نخست وزیر رو معرفی میکرد، برعکس اینجا. و همین ماجرا هم بوده که خمینی گفته بودن احمد خمینی بشه، بعد خمینی گفته بود هیچ آخوندی نمیخوام تو هیچ جایی باشه، که بعد آقای رجایی شد، بعد که رجوی و بنی سعد از ایران رفتن رجایی شد رئیس جمهور، بعد که اون منفجر شد کشته شد فکر کنم دیگه خامنه اینا. ولی سوال من اینه، اینی که میاد تو مجلس میگه که ما میخوایم حکومت جمهوری اسلامی رو پارلمانی کنیم، یکی اش بپرسه پارلمانی مثل کجا؟ من به دوستان کارگری مثل این آقای دکتر صالحی نیا وقتی میگن ما حکومت کارگری، مثل آقای مجید آذری میگه حکومت کارگری، میگن مثل کجا؟ مثل کجا؟ یکی میگه کمونیستی، میگه مثل کجا؟ بعد تا گفت روسیه، میگه آقا بعد از 70 سال که گندش در اومد الان برو ببین چه افتضاحی اونجا، طرف یه شب بیلیاردر میشه و مردم هنوز که هنوز تو صفای سوپرمارکت و فلان اینا با وایسن احتمالاً شلفام خالیه. حالا بذارید ببینیم یه پیام دیگه ایشون بعد گذاشته ساعت 2:40 ببینیم تو اون چیزی میگه، ولی تو این اولی که من گیج بودم گیجتر شدم آقای مجید. بذارید ببینیم این صدای مردم تیویه، ببندمش که کجا از صفحه مردم تیوی. بله اینم از این. ادامه صحبت قبلی میشون قد شد. این اتفاق در نظام پارلمانی هیچ وقت نمیفته، امثال موسوی یا امثال کسایی که تا حدودی مخالف اینها میشن و موجی به وجود میاد مثل رفسنجانی که خواستن رد صلاحیتش کنن، در نظام پارلمانی دیگه نمیفته. اینها میان اصلاح طلب ها و کسانی که تا حدودی مخالفشونن، من بازم میگم اصلاح طلب و اصولگرا اصلا برای من فرق نداره، دوتاشون دروغن، در ایران اصلا جمهوریت وجود نداره، ولی بین خودشون یک سری دست اندازه وجود داره. اینها مثلا میان یک اصلاح طلبی که مخالفش هست در یک شهرستانی مثل لامر وقتی رد صلاحیتش کنن آنچنان در ایران سر صدای به پا نمی کنه، یا یک اصلاح طلبی در یک شهرستانی مثل جهرم رد صلاحیت کنن که اصولگرا بیاد بارا آنچنان سر صدای به پا نمی کنه. ولی اگر یکی مثل میرحسین موسوی پیدا بشه، مثل جریان سال 88 اتفاق میفته. حالا دقیقاً خلاصه کلام اینه که اینا میخوان مجلس رو کاملا کنترل کنن و یک مجلس هماهنگ بیارن که با سپاه در هماهنگی کامل باشه، با رهبر در هماهنگی کامل باشه، و خود این مجلس یک نخست وزیر رو انتخاب کنه مثل نخست وزیر اسرائیل. حالا در اسرائیل ما دموکراسی واقعی داریم، حداقل بین خودشون اینه که کسی که اکثریت مجلس رو به دست داره میاد نخست وزیر میشه و بقیه احزاب هم میتونن شرکت داده بشن. ولی در ایران نمیدونیم که
یه اصولگرا داریم، یه اصلاح طلبان داریم که دنبالشه. خب اینا میخوان بکنش کلا اصولگرا و هر کسو خواستن بذار اونجا به عنوان نخست وزیر که کاملا هماهنگ باشه. یعنی دیکتاتوری کامل بوده، دیکتاتوری خالص با درجه 98% بوده، میخوان بکنن دیکتاتوری خالص با درجه 100%. خیلی هم ساده بود. خدا نگهدار. خیلی ممنون. اون قسمتی که میگید بله، اینا میخوان همه چیز، مخصوصا چون از طرف این تندروا این پیشنهاد شده، خب make sense و میگید که عظیم‌وریه، یعنی مردم نماینده ها رو انتخاب میکنن، نماینده ها نخست وزیر رو انتخاب میکنن، دیگه رئیس جمهوری هم این وسط نیست، اینجوری که بوش میاد فقط بعدش میشه رهبر دینی یا چی بهش میگن، این آقای رجوی یه چیزی اسم عقیدتی یه چیزی اینجوری گذاشته. ضمناً دوست عزیز، راجع به اسرائیل یه مقداری راجع به دموکراتیک بودنش مطالعه کنین، بعد اگه خواستیم میام توی برنامه صحبت میکنیم. اولا خیلی خوشحالم که شما زنگ زدید، من صداتون شنیدم. دوستان خود شما قضاوت کنید این دوست ما توی سخنوری و صحبت کردن چقدر قشنگ درباره موضوعی که اصلا آمادگی نداشته، من بهش گفتم خب زنگ بزن، زنگ زد. حالا فکر بکنید اگه این آقا بخواد یه برنامه 10 دقیقه‌ای درست کنه، بره قشنگ راجبش صحبت کنه، ببینی کدوم نماینده گفته ما میخوان، دوتا بودن مثل که گفتن اینا رو چیز کنه، حتی تماس بگیری به دفترشون، آقا منظور شما کیه، یک کشور دیگه‌ای به ما مثال بزنید، نه یه نمونه جدیده، اگه نمونه جدیده خب باید نشون بدید دیگه، شما که مثل قمپوزیسیون نیست که هر برنامه‌ای دارید میگید برنامه ما سیکرته. به این آقای غلام ترشیدی گفتم خب آقا رفتی نیویورک دوباره برگشتی ویرجینیا، انگار ایران آزاد نشد، برنامه چیه؟ آقا برنامه رو در کتاب فلان 20 سال پیش آقای رجوی نوشته. گفتم برو آقا، من خیلی کتاب خونم که بیام کتاب این بیچاره عقب افتاده رو که بر چی میگن تصادفی رفته انقلابی شده بخونم، بعدم تو اون کتاب چی نوشته. در هر صورت دوست عزیز، به نظر من بهتره برای اینکه برنامه ها هم سنگین تر و بهتر باشه و اون دوستمون نگه آقا این خبرها رو ما قبلا شنیدیم. و خیلی جالبه تا دوشنبه که من جلو دوربین بودم منو میدیدی، برو مهم نبود که خبرها کنن، ولی حالا که من خبرهای ایران رو بهت نشون میدم، شما دادت بالا اومده که خبرها به اصطلاح چیه؟ کهنن. خب امروز صبح زود بلند شدی، حالا بیا من این سربی رو بهت نشون میدم، سربی چند سال پیش و جوانتر. اجازه بده اینجا هم برات پلیر تو رو بذارم. دو من امروز سعی میکنم این مقداری چند دقیقه دیگه با شما باشم، بعد برم و فیلم هایی رو که آقای بهرامی فرستادن براتون نشون بدم. یه بار دیگه از ایشون ممنونم. شما هم دوستان میتونید همین کار رو انجام بدید و بفرمایید. اونا رفتن، سوربی آمد و این شماره هایی که رد و بدل میشه از اینجا پلیر تو و این نور رو هم خاموش کنیم. بفرمایید. خب جنبش ریستارت، اصلا این کلمه ریستارت غلطه برای این کاری که این آقای دیوانه. این آقای دیوانه اول اومد واشنگتن، فکر کرد الان وایس آف امریکا یه قسمت یه طبقه ای رو بهش میدن، اسمش از سید محمد حسینی که میگه این سید دیوانه در پیج فیسبوک برنامه مسخره به نام ریستارت را انداخته، میگه طرفدارانش در ایران بزنن شیشه مدرسه و اتوبوس و بانک و اماکن دولتی رو بشکنن. ببینید دوستان، معلوم بود این آقا اومد، یادش به خیلی، آقا رضا فرنود بنده خدا رستورانش هم بست و رفت. رضا فرنود بهش گفت آقا بیا تو این رستوران برنامه بذار. گفت آقا اینجا خیلی کوچیکه. گفت ببین ما خواننده از شهر دیگه میاد اینجا رو نمیتونیم پر کنیم، شما بیا اینجا، اگه پر شد من میرم یه رستوران بزرگتر میخرم. یه آدم عوضی، ازگل، دروغگو، دست تصادف، همون چیزی که اون باره آرش نوشته بود که حالا ما میگیم دستمال به دست، ولی دستمال برای مالیدن سامتین، اینو تو ایران معروف کرد. چه جرمی مرتکب شده، چه کار کرده بود، چه مشکلی با خانواده‌اش پیدا کرده بود، ایشون رو راهی خارج کرد. وقتی اومد خارج، اینم یک کسی مثل اون پیمان عارف، وقتی اومد خارج اینم یک کسی مثل اکبر گنجی،
وقتی اومد خارج اینم یک کسی مثل فخرآور، اینا دیدن اینجا باید بری ظرف بشوری و الا کسی منتظر تو نبوده، حالا نشسته یه مشتی که بیکارن تو فیسبوک و بهت بگم مجید جان یه عده اینا رو سر کار میذارن. آقا خود من رو طرف تلاش میکنه سر کار بذاره، آقا صوبی یه جنبش رو انداختیم، این جنبش از اون جنبش ها نیست، اینقدر جنبش خوبیه ما همه دنبال رویم ولی رهبر نداریم، شما بیا بشو رهبر. بهش میگم ببین شما بیا با اسکایپ با من صحبت کن تا باهات صحبت کنم، میره دیگه پیداش نمیشه. چیزی که هست یه الاغی یه احمقی مثل این یه مدت میره با فرزان دلجو میشینه اونجا. فرزان دلجو از 15-16 سالگی هنرپیشه بوده، همه زندگیش هنرپیشه. فرزان دلجو با داداشش تلویزیون را انداخته، مشکل پیدا کرده، رفته با شبخیز، با شبخیز میره نمایش پر میکنه. اینا نمیتونن با هم کار کنن. اگه گفتید چرا؟ چون این میخواد بره کلا سر اون بذاره، اون منتظر کسیه که کلا سرش بذاره. دیگه نمیشه که دو نفر کلا سر هم بذارن، مگر اینکه هی کلا هم وردارن بذارن سر هم دیگه، که اونم یه بازی مسخره میشه. این با دست چپش کلاشو برداره بذاره سر اون، اون با دست راستش کلاشو برداره بذاره سر این. خب چیزی حاصل نمیشه، باز با هم کلاهای خودشون با برگردن خونه. اینا این جنبشای تنبونی، این جنبشای طرف میگه قهرمان پیاده روی. میگم آقا اینی که میگه برگردیم ایران، آقا 15 سالش بوده رفته سوئد، 18-19 سالگی یه دختر سوئدی رو حامله کرده، بچه دار شده، بچه هاش بچه دار شدن، نوه شده، الان میبینه 40 و چند سالشه، فکر میکنه زندگیش به پایان رسیده. حالا میگه زده به کوه بیابون، برای که بلد نیست چی کار کنه، رستوران باز کرده موفق نبوده. حالا این میاد تازه به دیگران هم درس میده، میگه شمایی که 7 میلیون، اولا کی گفته 7 میلیون؟ بارها گفتن این اعداد بی خوده، 7 میلیون بیرون هستین، شما هم پیاده را بیفتین. ببینید دوستان، اگر خمینی اینقدر احمق بود به دوستاش گفته بود بیاین پیاده را بیفتین بریم فرانسه، نصف دوستاش همونجا ولش میکردن، میگفتن این مشنگه. اگر وقتی رفته بود فرانسه از فرانسه میگو بیاین پیاده بریم ایران، هر کی اونجا بود میگو این مرد که دیوونن ولش میکرد. عشان برنامه چیدن. آقای بنی صدر خودش به من توی خونه خودش توی پاریس گفت آقای سوربی، یا آقای نمیدونم چی بوده، بعد خمینی میکشتش، دستور کشتنش میده، این نمیدونم 40,000 مارک، 40,000 فرانک اون موقع پول فرانسه میفرستاد. بعد میگه خمینی به من گفت که مثلا ابوالحسن این اینقدر پول میفرسه انتظار نداشته باشه که ما بهش شغلی چیزی بدیم، اینا باید همه بدونن این پولایی که میدن من تصمیم میگیرم چیکار کنم. حالا اون شما داشته باش. این بدبخت خدا زده که اینجا بهش میگن بحران میانسالی، ورداشته یه سه چرخه‌ای که این آدمای هوملس برمیدارن از فروشگاه یه نوع دیگه شه، ورداشته را افتاده تو کوه و بر و بیابون، بعد هر جا میره به طرف میگه آقا من اینجوریام. خب طرف 4 نفر نشستن عرق میخورن، یه ناهاری هم به این میدن، برای اونا 10 دلار و 10 مارک و اینا مسئله نیست. حالا میخواد بره ایران عوض کنه، بهش میگم آقا چجوری میخوای؟ میگه من که نگفتم میخوام برم ایران عوض کنم. بعد وبسایتشو عوض کرده، صفحه جدید گذاشته. چرا؟ یعنی میخواد به آخوندا بگه من هر چی تا امروز گفتم گوه خوردم، غلط کردم، به قبر پدرم خندیدم. چرا؟ اگه گرفتنش بردنش دو زندان، حالا که رسیده ایران گویا میگه من درویشم. این خبر نداره که آقا آخوندا درویشای گنابادی هم میگیرن میکنن زندان. بی سواده، مطالعه نداره. این آقای محمد حسینی نمیدونم کیه، این برای شومنی خوبه، اصلا اسمش گذاشتن فرخزاد آخوندا. ببینید چرا میگن فرخزاد آخوندا؟ چون فرخزادم بعدن میگفتن فرخزاد شاه، چون اینا برای حکومت کار میکنن، اینا برای حکومت میرخصن، اینا برای حکومت عزاداری میکنن. فرخزاد اگر برای مردم بود روزی که میمد ایران باید میگو آقا این چه کشوریه، من تو آلمان درس خوندم، نه نفتی داره نه چیزی داره، ولی زندگی اینجوریه، شما پول نفت و اینا. بعد میکروفون و بلنگو و خبرنگار آلمانی رو ور میداره میبره سراح شاه، میگه که اینجا که سراح، چرا بهش میگن چهارراه، یا اینجا چهارراه چرا میگن سراح؟ یعنی مشکل من و شما دوست عزیز توی لار، لامر، جهرم، شیراز، تهران این بود که یه جایی سراح بود بهش میگفتن چهارراه،
یا این بود که یه نفری که رفته بود خارج رو دیده بود بیاد بگه ملت شاه داره میبره، هزار خانواده دارن میبرن، اون وقت میفهمیدی فرخزاد فرخزاد مردمه. ولی مردم ما یه آدمایی هستن به یه قوره سردیشون میشه، به یه مویز گرمیشون میشه. اگه من یه حرفی بزنم که در جهت یا وفق مرادش باشه، من میشم آقا چه کله ای ماشاءالله چقدر خوشگل شدی، کلت و موهات کوتاه کردی. اگر برخلاف نظرش باشه، پدر سگ تو با مو هیچ پخی نبودی، حالا دیگه بی مو هم بدتر شدی. ما اینجور ملتی هستیم. فرخزاد چیکار کرد وقتی اومد اروپا، وقتی اومد انگلستان، تا موقعی که بخواد اون سن حاضر بشه؟ موزیک ایرانی که قربونش برم همیشه میگه یه دو بده، یه دو بده، صدا پایینه، صدا بالا، دعواشونه حاضر بشه. یه دم دیر رسیده بودن، شروع کرد به عنوان جوک گفتن از این گفت که نمیدونم تو رساله نوشته اگه با عمت اینجوری باشی اونجوری هستی. خب که چی؟ نشون میده که حکومت پهلوی یه نفره که میره دکترای اقتصاد میگیره میاد میکنتش رقاص، حکومت جمهوری اسلامی تو یک ماه این رقاص رو تبدیل میکنه به فعال سیاسی. غیر از اینه بیان حرف بزنید. دستاد ممنون از یکایی که شما دوستان عزیز، و گفته های من تا همینجا بود. ضمناً یه ویدیویی رو از آقای عزیزان دوباره رو فیسبوک بود دیروز و اینها، در رابطه با پیمان عارف صحبت میکنه و برید اون رو ببینید، بنویسید روی یوتیوب عزیزان پیمان عارف. اگر کسی هم مایل هست اون ویدیو رو ما نشون بدیم، مثلا یه هفته ما نشون میدیم $100. و چقدر عزیزان قشنگ نشسته میگه که آقا نگاه کنید، این وقتی حمله میکنن به خونش، به زنش میگه که به سفارت ایران زنگ بزن به ما بگو حمله کردن، آدرس میده، بعد میگه نمیخواد آدرس بدی، اونا خودشون میدونن ما کجا هستیم. در صورت دوستان عزیز، برنامه رو با این شروع کردیم که امیدواریم حالتون خوب باشه و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. با این برنامه رو پایان میبریم که کارمون خیلی خرابه. امیدوارم من به اون روزی نرسم که کارمون خیلی خرابه و درست شدنی هم نیست، چون اگه رسیدم به اون روز دیگه میام بهتون میگم دوستان عزیز، من قید ایرانو که قبلا زدم، قید ایرانی ها هم که شما باشید امروز زدم و رفتم که رفتم، از برات دامن کشان رفتم ای نامهربان، از من آزرده دل کی دیگر گیری نشان. بله جناب صوری، ما به تصویر آنلاین شما خو گرفتیم، وقتی شما را میبینیم خوشحالتر هستیم. خیلی ممنون. اگه من بگم شما هم بیا بشین 2 ساعت جلو دوربین، حاضر این کار انجام بدی؟ من بگم من به شرطی میشینم جلو دوربین که شما هم اونجا دوربین تو روشن کنی و 2 ساعت بشینی، تکون نخوری، تلفن نزنی، از این وبسایت به اون وبسایت نری، اون وقت میفهمی چه کار مشکلی رو این داره انجام میده، اون وقت میشه مثل کلاس. ولی الان اینجوری نیست، الان اینجا یک کلاسیه که درش وازه، هر کی دلش خواست میاد، هر کی دلش خواست میره، ولی این بیچاره باید اینجا باشه. خب چگونه میتوان حمایت مالی رو گفتم. دوستان عزیز، حمایت مالی فراموش نشه، بهترینش روی وبسایت مردم tv.com هست و اگر مشکلی دارید با ایمیل، با فیسبوک، با پیام، با تلفن با من تماس بگیرید و با هم صحبت بکنید. یه بار دیگه از آقای مجید خوشنودی بودن دوستمون که پیام گذاشتن و دوبارم پیام گذاشتن تشکر میکنم، دوبار تشکر میکنم. اگه مایل باشید همین جوری که میدونید، 2 دقیقه و نیم 5 دقیقه مثلا 2 تا پیام بذارید و ببینید اونایی که دارن میگن ما میخوایم حکومت پارلمانی باشه و قانون اساسی رو با تغییر بدیم، کیا هستن؟ منظورشون از این حکومت پارلمانی همون 10 سال اول طلاییه، چون این نقطه ضعف آقای میرحسین موسوی هم همینه که بعضی از این جنبشیای سبزی که ناآگاه هستن، جوان هستن، احساساتی هستن، میگن آقا ما دنبال میرحسین موسوی جان هستیم. میگم این احمق خودش مسئول، باید بره دادگاه. این آقا اصلا تمام این جنایاتی که تو اون سالها انجام شده،
این آقا دستن در کار بوده، اگه نبوده بیاد یکیشو بگه، مثل آقای آیت الله منتظری بیاد بگه نه من نیستم با شما، با هاشون بوده. سر تقسیم گفت دو نفر دزد خری دزدیدند، سر تقسیم به هم جنگیدند. این شعر رو یک کسی برای من کاملش بفرسته. دزد سوم آمد و زد و برد. دوستان عزیز، از یکایک شما ممنون و متشکرم. یک دقیقه به من وقت بدید تا فیلم هایی رو که آقای خسرو بهرامی فرستادن یکی پس از دیگری براتون 5 تا ویدیو حدود 3-4 ساعت نشون بدم، تا این صحبت های من از کلتون بره بیرون و فرش مثل کله پاچه هست که این کله رو وقتی میخواستن بپزن اول تمیز میکردن که چیزای تو بینیش پاک بشه، پخته نشه با مغز و اینها. در هر صورت شما هم اینجوری باشی. کجا بودی سعید جان؟ کجا بودی تنبل جان؟ در هر صورت برنامه رو از اول میتونید روی فیسبوک نگاه کنید، تا یک ساعت دیگه این برنامه روی یوتیوب هم میره و تا روز جمعه چندین بار در شبان روز پخش میشه. برنامه داشتن در تلویزیون مردم حسنش اینه، با وجودی که ما به اصطلاح تعهد میکنیم یک بار در شبان روز، گاهی تا 3 بار در شبان روز هم پخش میشه. پس بهترین جایی که شما میتونید اینوست کنید، یعنی پولتون رو سرمایه گذاری کنید، تلویزیون مردمه، چون اولا با هزینه کم، دوما مثلا همین آقای علی ترابی این ویدیویی میفرستی ادای جیزس از هوا میاد، اگه بخوای من اینو نشون میدم، برای من مسئله نیست، ولی یاد داشته وقتی اینو نشون میدی یه نفر دیگه میاد اون وقت اون چیز میکنه. اینو شما یه هزینه خیلی کمی میفرستید، ما براتون پخش میکنیم. فکر کنم دیگه به اندازه کافی توضیح دادم. بهترین به اصطلاح آرزوها رو براتون دارم، امیدوارم اوقات خوش و خوبی در انتظارتون باشه. روز روزگار بر شما خوش.